صبح خیر ادامه برنامه صبح زندگی هست و تشکر از شما عزیزان که امروز هم صبح زندگی را برای دیدن انتخاب کردین تجلیل از آشورا تجلیل از آزیده خواهی کرامت و عزت انسانی هست مهماندار هستم و میخوایم صحبت داشته باشیم در رابطه با روزهای قبل از ماه محرم و فرهنگ تجلیل آن شما هم در این لحظات همچنان ما را تنها نگذارید و بیننده برنامه صبح زندگی باشین. اینجا آقای عبدالظاهر فقیری و استاد پهنتون همراه ما هستند استاد محترم خوش آمدید صبح تام باشه خدا کنه روزهای ماه محرم بر شما خیر و خوبی سپری شده باشه تشکر از حضورتان امروز میخوایم بالای مازی خیلی مهم صحبت داشته باشیم بین در در رابطه با برنامه خاصی که برای تجدید از روزهای ماه محرم باید در نظر بگیره و برنامه که واقعا میتونه خوب واقع شده در این شب و روزها صحبت تن همراه ما و بینده شریک بسازید بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و و صبح خیر خدمت همه بینندگان عزیز و عرجمند تلویزیون آریانا و همچنین شما سلامت. مجری گرامی جای دارد که درود و دعا بفرستیم برای همه شهدای اسلام از صدر اسلام تا به امروز و همچنین شهدای مردم رنجدیده افغانستان خصوصا این شهدای حملات اخیری که با تاسف در کابل و بعضی از ولایات دیگر رخ داد ببینین خواهر گرامی بحث تجلیل از روزهای ملی و اسلامی یکی از جمله ضرورت ها و نیازهای یک جامعه هست. یعنی جامعه ای که اگر تجلیلی از بزرگان خود نداشته باشه یا نماد برای بزرگان خود ایجاد نکنه امه. و همیشه یاد و خاطره بزرگان و عزیزان خود رو نداشته باشه طبیعتا فکر میکنم او جامعه جامعه مرده است جامعه جامعه زنده نیست چرا به خاطر که همین بزرگانن که در برهه از تاریخ توانستند در واقع حماسه بیافرینند و توانستن در واقع افتخارات عظیمی را برای ملت خود ایجاد بکنند به همین مناسبت یک ضرورت بسیار خوب و کافی و وافی احساس می شود که همه مردم به مسیر یک تجلیل بسیار خوب و منظمی بروند از جمله این روزهای اسلامی و ملی در واقع اگر بگوییم یک روز روز شهادت فرزند گرانبهای پیامبر اسلام است فرزندی که در واقع همیشه در آغوش پیامبر بوده حسینی که در واقع هر از گاهی که به شانه های پیامبر در وقت سجده پیامبر بالا می شد پیامبر سجده را آنقدر طولانی می کردن تا اینکه حسین خودش پایین بیاید معنا این است که حسن و حسین دو تا فرزند ناب رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم و همچنین دو تا نورافگانی که روشنی خانواده پیامبر بوده میتونه از جمله غم و از جمله مصیبت ناکترین در واقع روزهای اسلام و تاریخ اسلام بوده باشه آنچه که خیلی مهم است این است که این بزرگواران از جایگاه شامخی برخوردارند یعنی جایگاه نوادگان پیامبر گرامی اسلام یک جایگاه بسیار با ارزش در تاریخ اسلام و همچنین برای امت اسلامی است پس آنچنانی می رفتار احترام و یاد بود از این بزرگان و از روز شهادت ای بزرگان شود که در شعن ای بزرگان باشد نشود که خدای نخواسته نوع رفتار ما و نوع اخلاق ما و نوع در واقع یاد بود ما شکلی باشد که نه تنها برای ای بزرگان حرمت نگذاشته باشیم بلکه خدای نخواسته بی حرمتی هم کرده باشیم بله دقیقا استاد محترم نکته بسیار خوبی را اشاره داشتن و همچنان خوب است که ما هم بیم از این شبها و روزهای ماه محرم بهترین استفاده رو ببریم و کسایی که تا به امروز به نظر و دعا و نیایش پرداختن خداوند دیگه به قبول خودش قرار بده استاد مراسمی که باید برگزار شود به صورت خوب در روزها و شبهای ماه محرم و تجلیل خوب صورت بگیره کدام مراسم ها میتونه بهتر خوب ببینید خواهر گرامی عمده ترین اهداف که امام حسین رضی الله تعالی عنه داشت و اقدام کرد و قیام کرد و در نتیجه آن قیام خود و خانواده خود را به کام مرگ در واقع می توان آزادی خواهی و آزاد منیشی حضرت حسین رضی الله بله. وقتی که نامه های مکرری از کوفه برای حسین رسانیده میشه و فرستاده می شه که ما در یک حکومت ظالم و در یک حکومت مستبد و در یک حکومتی که بر ملت این در واقع زیر سیطره این حکومت ظالم می شود پس تو بداد این ملت برست و حرکت بکن امام حسین رضی الله تعالی چون انسان آزاد منش است چون اسلام اسلام در واقع اندیشه آزادی را میپذیره اندیشه استقلال و هویت انسانی را میپذیره در واقع هرگز نمیتوانیست این استبداد و ظلم را برای رهروان و پیروان جد خود تحمل بکنه اینمی است که اقدام میکنه هرچند با اختلافات هم روبرو می حالا ما مسائل تاریخی خیلی به اون نمی پیچیم اقدام جدی میکنه تا اینکه حداقل به کوفه خود در برسانه وی ملتر و این ملت و مردم از استبدادی که در وقت یا در عصر از و زمان وقت در واقع بوده و مردم رو نجات بده اما حالا این که چقدر کار خوبی رو امام حسین در این قیام خود انجام داده است و یا چقدر ممکن نظر به بعضی از مورخین عجولانه تر اقدامی را کرده باشه اما در کل اقدام حضرت حسین دنیا الله تعالی او اقدامی آزادی خواهد بوده یعنی به این فکر بوده تا این ملت از زیر استکبار و ظلم و تعدی و تجاوز در واقع نجات پیدا بکنن حالا وقتی که امام حسین حرکت میکنه با جمع کثیری از خانواده خود حتی اون طفل شش ماهه علی اصغر را با خود داره زینب کبری را با خود داره با تمام خانواده خود حرکت میکنه و میبینیم در میدان کربلا بسته خانواده جام شهادت می در ایام نماز پیشین یا در واقع بعد از نماز ظهر توجه کردیم حالا ما ای که می برای امام حسین در واقع عاشق هستیم شیفته هستیم دوستارش هستیم چه باید بکنیم ببینین آنچه که در شعن امام حسین است این است که ما بتوانیم از رفتار از کنش از منش و از اخلاق و از زندگی آزادی خانی از او در واقع پند بگیریم عبرت بگیریم و او را در زندگی استفاده بکنیم آنچه که به عنوان یک سوال مطرح می شود چقدر از امام حسین ما مطالعه داریم چقدر از زندگی از او مطالعه داریم چقدر اندیشه و تفکری او را توانستیم در زندگی خود ایجاد بکنیم واقع. چقدر توانستیم در واقع قدم خود را به نقش قدمی او بگذاریم و این مسیر را ادامه بدیم و طی بکنیم فراموش نکنیم گاهی وقتا ما به امام حسین بی احترامی می کنیم وقتی که ما حداقل به خاطر امام حسین باعث آزار و اذیت مردم میشیم به خاطر امام حسین باعث بندش راه ها میشیم به خاطر امام حسین ممکن راه را بند بکنیم و در نتیجه او را بندی مادر طفل خود را سخت بکنه ممکن پدری که نیاز به دکتر داره به اثر او را بندی جان خود آیا واقعا امام ای حسین چنین چیزهایی میخواد هرگز هرگز امام حسین برای آزاد کردن ای مردم امام حسین برای در واقع نجات مردم برای نجات جان مردم اقدام کرد نه اینکه جان مردم را بگیره نه اینکه خدای نخواسته صد شود و دیوار شود در مقابل اخلاق رفتار جان انسانیت حیثیت و کرامت انسانی و اسلامی زمان وقت پس بنا آنچه که خیلی مهم است این است که ما بتوانیم زندگی و رفتار امام حسین از طریق سمینارها از طریق برنامه های علمی از طریق در واقع او کورس ها و زندگی نامی از او را از طریق روش ها و برنامه های علمی برای مردم خود برسانیم و برای مردم شکل وانمود بسازیم که بهترین تجلیل از حضرت حسین فقط پیروی از رفتار اوست پیروی از زندگی اوست پیروی از اخلاق اوست نه اینکه خدای نخواست ما بیایم رفتار ما شکل باشه که اگر خود امام حسین زنده می بود شاید در مقابل ما شمشیر می کشید با این نوع تجلیل یک موضوع دیگه هم است که مثلا زنجیر میزنن خودزنی میکنن خیلی به صورت خیلی وحشتناک یا امام حسین خواسته بود یعنی خواستار چنین چیزی بوده یا می باشه من فکر میکنم که وقتی ب... که به اصول اساسی اسلام مراجعه میکنیم الله متعال آنقدر برای انسان و برای وجودی به نام انسان و به موجودی به نام انسان کرامت و ارزش داده که حتی میگه هر چیزی که باعث ضرر رساندن به انسان میشه شما او چیز را از بین ببریم معنا چیه؟ معنا اینه که حفاظت از وجود واجب برای این پس چرا ازای امام حسین چنین برگزار حالا 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 گروه ها و یا افراد تکوتوکی که پیدا میشوند قمه میزنن و یا زنجیر میزنن تحت نام عشق به حسین تحت نام محبت به حسین من فکر میکنم که این افراد نه تنها که عشق و محبت ندارن بلکه بدنام میکنن امام حسین هست بلکه در واقع بی حرمتی می به جایگاه شامخ امام حسین رضی الله تعالی عنه چرا به خاطر که امام حسین حاضر نبود که قطره خونی از جان یک انسان بریزه وقتی که ما حاضر میشیم با شمشیر به فرق سر یک طفل شش ماهه میزنیم حاضر میشیم با قمه به دست یک طفل ده ساله می دهیم که ساعت ها را به جان خود میزنه و ممکن در واقع لیترهای خون از وجود او در واقع بریزه و انواع مشکلات جسمی بر انسان انسان ما به وجود بیارین من فکر میکنم این تجلیل نیست و این ظلم است به حق امام حسین این تعدیس به حق امام حسین و گفتم که روح و روان امام حسین در واقع اینا با این رفتار خود خو چه کار میکنن نارام میکنن واقعا واقع. در روزهای محرم شاهد ازی هستیم که زنجیر میزنن غمه میزنن خون خود میریزانن و با طفلی که واقعا سن کمی هم داره بعد از اونها زنجیر میتن میگن خودتان رو بزنیم به عشق امام حسین اما امام حسین شاهد ازی و خواستار ازی نبود که بیای خون یک مسلمان بریزه او هم به خاطر از او شاد و خیلی ناراحت به و شاید هم طفل خوب بیخی و جایش ماندگی و کسایی که امروز مینی کار انجام میدن فکر میکنم در حق خودشان ظلم میکنن و نبادی کار انجام بتن با نظر و دعا و نیایشی که میتونن واقعا انجام بدن از این طریق میتونن که اعضای حسینی و سوگواری حسینی را به خوبی خیلی جالب جا خواهر گرامی هنوز که امام حسین با کاروان خود خوبه کربلا نمیرسه برنامه ای که با طرفدارا 72 تن کمتر و بیشتر از یارانش با او بودن. مشوره ای که با اونها میکنن میگه تمام تلاش شما این باشه که ما با صلح با امه. حاکمان کوفه در واقع مشکل حل بله, بله, بله. یعنی خودش هیچ وقت اخ... حتی اندیشه کشتن دشمنان خود را هم نداره اندیشه ریختن خونی دشمنان خود را هم نداره امه. توجه کردین پس بنا ان بدون بال ای است مشکلاتی که در کوفه به وجود آمده از طریق صلح از طریق روابط مسالمت آمیز از طریق امه. مشورت بتونه اینها را کنار بزنه و اینها را مرفوع بسازه تا که هم خودش آرام شوه و هم ملتی کوفه و مردم کوفه در واقع از استعمار و از استکبار و از ظلم نجات پیدا بکنن پس خود این رفتار امام حسین بزرگترین درسه برای منی که در واقع پیرو امام حسینم برای منی که امام حسین به عنوان نواسه پیامبر میپذیرم و به عنوان اهل بیت پیامبر احترام دارم که تمام رفتار ما رفتار مسالمت آمیز باشه اخلاق ما اخلاق روابط دوستانه باشه هرگز به برادر خود هرگز به همکار خود هرگز به هموطن خود به هیچ آدرسی خدای نخواسته ضرر جانی مالی و همچنین انسانی نرسان. پیام آشورا را همیشه میشه کتا اشاره داشته باشه که ما از روزهای محرم با چه درسی را بیاموزیم بدون شک که پیام آشورا امده ترین پیامش پیام آزادی خواهی پیام ای ایره می رسانه که در واقع هیچ وقت ما زیر استکبار نرویم هیچ انسانی و هیچ قدرتی در دنیا نباید بتواند بر ما ظلم بکند نباید بتواند ما را به عنوان مزدور ما را به عنوان غلام و ما را به عنوان در واقع کنیز بپذیرد امه. که ما فقط خدمتگذاری از او باشیم نه یک بحث خدمت از آدرس احترام بحث جداست ولی ای که ما برده یک انسان باشیم هرگز برای ما پذیرفته شدنی نیست یک مورد مورد دوم رسانیدن در واقع دین جدی از اوست یعنی وقتی که اقدام میکنه چرا چون ظلم در دین جدی اون نیست باخن. متوجه شدین بخیزن. تعدی و تجاوز در دین جد او که پیامبر اسلام هست نیست بله. میخوای ای, ای پیامبر برسانه که پیامبر پیامبر صلح هست اسلام دین صلح هست یک معنای لغوی اسلام در واقع صلح هست برادری است پس نباید شما با این نوع رفتار بسیار ای که دارین با این رفتار زیر نام خلافت اسلامی و زیر نام پیروی از پیامبر و پیروی از در واقع آخرین پیامبر اسلام و پیامرسان اسلام شما استفاده بکنین و عمل بکنین پس میدانه دومین پیام آشورا هم این باشه که ما در واقع بتانیم اندیشه های اسلامی را در همه اماکن و مکانها و زمانها به معنای واقعیش او برسانیم فکر میکنم سومین پیامی که از آشورا می توانیم درس بگیریم اینکه پایبندی ما به اندیشه واقعی اسلامی باشه یعنی حضرت امام حسین یکی از اهدافش همی بود که دین جد در بتانه یا در واقع اندیشه عدالت خواهر، در واقع بتانه برای از اونا برسانه اندیشه ای که هر کس حق خود داشته باشه هر کس حق زندگی مسالمت داشته. باشه حق انسانی هر کس برش داده شود حق اسلامی هر کس برش داده شوه هیچ کس به فکر تجاوز به حق دیگران نباشه هیچ کس به فکر بی احترامی و بی بله. برای دیگران نباشه بفید. پس بنا هم سه تا پیام بسیار مهم و اصلی بوده که امام حسین رضی الله تعالی قیام میکنه با خانواده خود و او قیام هم تا به امروز میتونه برای ما یک سرمشق بسیار خوبی باشه اما نه به این معنایی که امروز ما جاده ها رو بگیریم پر بکنیم یک دیگر را بزنیم سر و صده های اضافه بکنیم گاهی وقتا به امام حسین مقام بالاتر از مقام پیامبر بدیم گاهی وقتا مقام خدایی تا در بعضی از نوشته در یکی از کلیپ ها شنیده بودم که میگفت که امام حسین اگر بگوییم خدا نیست اشتباه می کنیم. در, در یکی از کلیپ توجه کردیم چی معنا داره معنا اینه میگفت همه صفاتی که خدا داره حسین داره نقلت است نداره حسین یک انسان است حسین مرده حسین حتی شاید تمام جسدش هم خاک شده باشه ولی خدا خوب زنده است خدا خوب خالق همه کائنات است ما بندر یا مخلوق نمیتوانیم به مقام خدا یا به مقام خالق برسانیم ای زائی در واقع خلق شده پروردگار است اگر باز ما آمدیم با این اندیشه که حسین از از پیامبر بالاتر بردیم یا حتی به مقام پیامبر رساندیم یا خدای نقاسته به مقام خدا رساندیم باز در عقیده و اندیشه اسلامی ما خلل وارد بله زنده و سلامت باشین استاد و امروز هم وظیفه ایمانی و وجدانی ما هست که راه پیامبر و امامای ما را پیش روی بگیریم و بتانیم اونا را الگو در زندگی ما قرار بدیم تا که راه درست زندگی را بهتر و خوبتر ما تشخیص داده بتانیم استاد چرا محل... محرم گفتن در پشت معمولن... ما چهار تا ماه داریم در جریان ماهای قمری در دوازده ماه قمری زل و زل و محرم و شوال و سفر چهار تا ماه داریم که اینا ماهای حرمت است ماهای با احترام است یعنی این محرم الحرام از برکت این روز دهم ده آشورا یک ماه پر برکت است البته فراموش نکنیم که عظمت روز دهم ده آشورا تنها به امام حسین بر نمیگرده توجه کردین در روز دهم ده آشورا ولادت حضرت موسی است و مو یهود روزه می گرفتند پیامبر صلی الله علیه و گفتن شما دو روز روزه بگیریم روز نهم و دهم ده تاسوعا و آشورا را شما دو روز روزه بگیریم تا اینکه که در واقع شباهت با یهود نشه در همین روز کشتی حضرت نوح در واقع نجات پیدا میکنه قومش در همین روز دهم ده در واقع آشورا. در همین روز حضرت عیسی بر فرعون حضرت عیسی در واقع میای متولد میشه و پیام دینی و اسلامی خود را در او زمان برای پیروان خود میرسانه یعنی خیلی حوادث کلان تاریخی اسلامی در این روز اتفاق میفته ولی حالا که آمدن تنها این موضوع را در واقع مختص کردن به امام حسین گپ بدی نیست امام حسین نواسه پیامبر گرامی اسلام است ولی دقیقا در این روز اتفاقات دیگری هم که میتونه به عظمت این روز یعنی کل عظمت به شهادت امام حسین نیست این فراموش نکنین همه عظمت روز آشورا مربوط به شهادت امام حسین نیست چرا چون خیلی از اتفاقات قبل از شهادت امام حسین در این روز اتفاق افتاده و این روز از یک ارزش و جایگاه بسیار خاص برخورداره و به خاطر محرم الحرام میگن که این ماه ماه محترم است و حتی قبل از اسلام هم یعنی جاهلیت مکه هم در این چهار ماه خونریزی نمی کردن. در این چهار ماه دشمنی و عداوت نمی کردن. چرا چون های بس همه بس آتش بس بود باشه باشه. آتش بس بود ماه محترم بود ماه احترام بود ولی با تاسف ما مسلمان ها حالا دیگه با ما هیچ چیزی مطرح نیست نه و حرام نه ذوالقعده نه ذوالحجه فقط خونریزی و جنگ و جدال ما متاسفانه. با تاسف شما زنده و سلامت باشین استاد محترم واقعا صحبت خوب ارزنده ای داشتین شما در رابطه با روزهای ماه محرم پیام کوتاهی که بخوایم از شما داشته باشیم پیام ما همین هست که فقط به معنای واقعی حسینی باشیم ضد حسینی نباشیم اگر می روح و در واقع یاد امام حسین را زنده داشته باشیم فقط و فقط زندگی از او مطالعه بکنین و از که زندگی از او زندگی پیامبر اسلام است مطابق به زندگی جد اوست بهترین زندگی زندگی بزرگای دینی ماست او را مطالعه بکنیم در غیر از او هر کار دیگری که به اندیشه به رفتار به کردار به اخلاق امام حسین ضربه وارد بکنه ما این ضربه را نه تنها به حضرت حسین بلکه به پیامبر و به دین وارد کردیم بدون شک زنده سلامت باشین استاد و محترم وقت شما میخوایم تشکر از شما ایزان که تا لحظه با ما همراه هستین و بیننده برنامه صبح زندگی فعلا میان برنامه کوتاه در ادامه با مهمان محترم که همراه با رستم هستن بانو پشنه نجیب نویسنده همراه باشین و میخواین ای داشته باشن در رابطه با فرهنگ تجلیل از روزهای مناسبتی تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین